صدای نعلین آخوندها از صدای چکمه نظامیان خطرناکتر است و در صورت به قدرت رسیدن آخوندها شما خودتان نخستین قربانیان آنها خواهید بود. شاپور بختیار آخرین نخست وزیر حکومت شاهنشاهی ایران در سال 1294 شمسی در خانواده سرشناس از ایل بختیاری در چهار محال و بختیاری چشم جهان گشود. خانواده وی از زمان صفویه ریاست این ایل را بر عهده داشت. پدر وی محمد رضا معروف به سردار فاتح و مادرش نیز نازبیگم بود. عموی مادر وی نیز سردار اسعد بختیاری بود که پس از سقوط حکومت محمد علی شاه یکی از دو نفری بود که اداره دولت موقت را در دست داشت. شاپور بختیار زمانی که 7 ساله بود مادر خود را از دست داد و در سال 1313 که اوج قدرت رضا شاه بود، پدر وی همراه با چند تن از سران ایل بختیاری به اتهام مبارزه علیه دولت مرکزی اعدام شدند. بختیار تحصیلات ابتدایی خود را در خانه پدری و دوران دبیرستان را تا کلاس سوم در اصفهان سپری کرد. سپس برای ادامه تحصیلات به بیروت رفت و از یک مدرسه شبانه روزی فرانسوی دیپلم متوسط گرفت. وی در سال 1313 به دلیل مرگ پدرش به تهران بازگشت، ولی 2 سال بعد عازم پاریس شد. در سال 1939 3 لیسانس در رشته‌های حقوق قضایی، فلسفه و علوم سیاسی گرفت و سپس به تحصیل در رشته اقتصاد عمومی پرداخت. جنگ داخلی اسپانیا تاثیر شگرفی بر بختیار گذاشت و سرآغازی برای زندگی سیاسی او شد. بختیار به عنوان شاگرد افسری وارد ارتش فرانسه شد و پس از پایان خدمت سربازی برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای حقوق به پاریس رفت. پس از اخذ مدرک دکترا در سال 1942 و شرکت در مبارزات نهضت مقاومت فرانسه علیه اشغال نازی‌ها در سال 1946 به ایران بازگشت. ایرانی که همچنان در اشغال نیروهای متفقین بود و رویدادهای آذربایجان بحث روز در کشور بود. به فاصله کمی پس از بازگشت به واسطه نسبت خویشاوندی با ثریا اسفندیاری ملکه ایران با محمد رضا شاه دیدار کرد. دیداری که به گفته وی تا مدت‌های مدیدی تکرار نشد. بختیار به یاد می‌آورد که شاه به او گفت ایران مشکلات فراوانی دارد. شما می‌توانید به مملکت خدمت کنید، هم با تحصیلاتی که دارید و هم چون مرد مبارزی هستید. اما بختیار بعدها در خاطرات خود می‌نویسد بخت بد چنین می‌خواست که من علیه سیاست او به مبارزه برخیزم. به فاصله کمی از ورود به ایران وارد خدمت دولتی شد و در وزارتخانه تازه تأسیس کار تا مقام معاونت وزیر نیز پیش رفت. در خرداد ماه سال 1356 شاپور بختیار همراه با کریم سنجابی و داریوش فروهر نامه سرگشاده خطاب به شاه ایران منتشر کرد که در آن از وی خواسته شد تا بر اساس قانون اساسی سلطنت کند و نه حکومت، و اینکه مانع از سرکوب و شکنجه مخالفان از سوی سواک شود. شاپور بختیار در 16 دی ماه 37 روز پیش از پیروزی انقلاب 22 بهمن 1357 به نخست وزیری رسید. با این شرایط که وزیران را خود برگزیند، همه زندانیان سیاسی آزاد شوند، دستگاه سواک برچیده شود و از همه مهمتر شاه ایران را ترک کند. شاپور بختیار در ابتدای قبول پست نخست وزیری در دیداری با نمایندگان سندیکای مطبوعات ضمن دادن وعده آزادی بیان به آنها نسبت به حاکمیت یافتن خمینی و دیکتاتوری مذهبی هشدار داده و گفته بود صدای نعلین آخوندها از صدای چکمه نظامیان خطرناکتر است و در صورت به قدرت رسیدن آخوندها شما خودتان نخستین قربانیان آنها خواهید بود. اما طوفان انقلاب که با شعارهای بختیار بختیار نوکر بی اختیار همراه شده بود و سرسختی خمینی در نامشروع خواندن دولت وی تومار حکومت سلطنتی و آخرین نخست وزیر آن را در هم پیچید و جمهوری اسلامی جایگزین حکومت 2500 ساله شاهنشاهی شد. با تسخیر تمام وزارتخانه ها و نهادهای دولتی از سوی کمیته های انقلابی، دفتر نخست وزیری نیز از سوی انقلابیون جوان اشغال شد. ولی 1 ساعت پیش از ورود آنها بختیار به دانشکده افسری رفت و از آنجا با هلیکوپتر عازم مخفیگاه خود شد. در همین زمان خانه وی غارت شد و او ناچار بود که هر از شنگاهی محل زندگی خود را تغییر دهد. بختیار در خاطرات خود نوشته است چند دقیقه پس از خروج از نخست وزیری زندگی مخفی من آغاز شد.
تنها رابطه من با دنیای خارج یک رادیوی ترانزیستوری بود. بختیار میگوید که در تمام مدت حضورش در تهران زندگی مخفی داشته است که 6 ماه به طول انجامید و در این مدت حتی قدمی هم به بیرون نگذاشت. در همین دوران نیز 2 بار نوارهایی برای خبرگزاری رویترز و فرانسه فرستاد که در آنها نسبت به آینده ایران هشدار داده و اعلام کرده بود که به رفراندوم جمهوری اسلامی رأی نخواهد داد. آخرین نخست وزیر شاه می نویسد: نمی توانستم تا آخر عمر مخفی به سر ببرم. وقت گرانبها را داشتم از دست می دادم. باید خود را به کشوری می رساندم که به من اجازه دهد حرفایم را بزنم و به مبارزه ادامه دهم. از طریق دوستان آشنایان خود در سفارت فرانسه یک گذرنامه خارجی با نامی جلی تهیه می کند. سپس تغییر قیافه می دهد و آنگونه که در کتاب یک رنگی شرح می دهد ریشی بزی گذاشته بود. نه در چمدانم می بایست شیء ایرانی وجود داشته باشد و نه بر لباسهایم مارک خیاطان کشور. برخی گزارش ها حاکی است که وی با لباس کیشیشی خاک ایران را ترک کرد. بختیار در خاطرات خود می گوید که یک روز صبح با اتومبیل به فرودگاه رفت. قیافه هم به برکت یک ریش بزی و یک جفت عینک سیاه مختصری عوض شده بود. کسی که همراه من بود با یک بلیت درجه 1 و چمدان من وارد محوطه فرودگاه شد و چمدان را رد کرد. بختیار در اتومبیل منتظر می ماند تا پرواز هواپیما برای 1 ساعت بعد اعلام شود. آن موقع با شتاب کت را بر روی شانه ها انداختم و مثل بازرگانی شتاب زده وارد شدم. صف مسافران ایرانی طولانی بود ولی در صف مسافرهای خارجی فقط 7 یا 8 نفر ایستاده بودند. بختیار بدون هیچ مشکلی بخش های بازرسی را رد می کند. در اتاق ترانزیت نیز زیاد معطل نمی شود و سوار اولین اتوبوسی می شود که به طرف هواپیما می رود. در قسمت درجه 1 هواپیما می نشیند. هدفم این بود که خطر بازشناخته شدن را به حداقل برسانم. در قسمت درجه 1 از نظر آماری این خطر کمتر بود. توکل هم بقیه کارها را کرد. زمانی که درهای هواپیما بسته می شود، بختیار می گوید که تا آن زمان 95% نقشه‌اش با موفقیت روبرو شده بود. برای اینکه توجه دیگران را به خود جلب نکند، تظاهر می کند که از پنجره هواپیما آمد و شد کارمندان شرکت هواپیمایی را نگاه می کند. وی در حالی وارد پاریس می شود که هیچ کس از روز و ساعت ورودش خبر نداشت. شاپور بختیار از سال 1358 که از ایران خارج شد تا زمان مرگ در سال 1370 حداقل 2 بار مورد سوء قصد قرار گرفت. بار نخست در تابستان سال 1359 و 1 سال پس از خروجش از ایران بود که از سوی یک تبعه لبنانی به نام انیس نقاش در خانه خود در حومه پاریس مورد حمله تروریستی قرار میگیرد ولی با هوشیاری محافظانش جان سالم به در میبرد. در این حمله یکی از همسایگان بختیار به دست انیس نقاش کشته شد و یک پلیس نیز برای همیشه فلج شد. این تبعی لبنانی پس از دستگیری در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. اما پس از 10 سال در جریان یک معامله با جمهوری اسلامی بر سر آزادی یک گروگان فرانسوی در لبنان آزاد شد و به تهران رفت. سوء قصد دوم علیه شاپور بختیار که به کشته شدن وی می انجامد در روز 6 اُد 15 مرداد ماه سال 1370 صورت می گیرد که در جریان آن سروش کتیبه منشی شخصی وی نیز جان خود را از دست می دهد. افراد درگیر در این سوء قصد 3 نفر به نام های علی وکیلی راد، فریدون بویراحمدی و محمد آزادی بودند که با استفاده از چاقوی آشپزخانه منزل بختیار گلوی وی را بریدند. سروش کتیبه نیز با چندین ضربه چاقو به قتل رسید. ترور بختیار در حالی صورت گرفت که حداقل 6 پلیس شبانه روزی از خانه وی محافظت می‌کردند و نکته مبهم این است که عوامل ترور چگونه پس از انجام عملیات خود به راحتی از آنجا فرار کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که حتی تا 36 ساعت پس از قتل بختیار محافظان خانه متوجه این مسئله نشدند. دوستان عزیز، به نظر شما چرا مرغ طوفان شاپور بختیار موفق به سرکوب خمینی نشد؟ راستی تا یادتون نرفته لایک کنید. ممنون از نگاهتون.